کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند قضیه نمک ترکی نوشته صادق هدایت در زمان های تاریک بربریت و سبوعیت و جاهلیت که اثری از اصطلاحات تمدن و آزادی برادری و برابری و میهن پرستی و جنگ و صلح و به چاپ و چاپیده و شاه و گدا و سواره و پیاده وجود نداشت قبیله های آدم میمون بیریا در جنگل های نواهی گرم سیری روی شاخه درختها و یا در شکاف قارها زندگی می کردند. روزی از روزها یکی از آدم میمون ها به نسناس که حالا مشهور به حلقه گم شده داروین است مسخرگیش گل کرد یا حق گفت و پاشد کمرش را و شخ کرد و از حالت چار دست و پایی به حالت متمدن دو پایی خودمان درآمد و اسازنان زیر درختا سلانه سلانه راه افتاد میمون های حلقه گم شده که عادت به اینجور اتراکسیون ها نداشتند اول زوغ زده شدند و تبارک الله احسن الخالقین گفتند و برایش اسفند دود کردند و بعد از خنده رودبار شدند این شوخی صورت اپیدمی به خود گرفت و گروهی از آدم میمونها از روی حس کنجگاوی مقلد مرشد خود نسناس کردیدند و به این حرکت عنیف ادامه دادند آدم میمون های امول و کهن پرست و ارتودکس همین که دیدن کار از کار گذشته و صورت جدی به خود گرفته آقاتشان تلخ شد و آنها را آخ والدین کردند و از ارث چهار دست و پایی محرومشان نمودند حلقه های گم شدی دو پایی داروین هم با چشم گریان و دل بریان از نیاکان بزرگ وارشان خدا نگهداری کردند و راهشان را گرفتند و رفتند. این حرکت اولین خیزش و پرش آدم میمون زبان بسته به سوی دنیای آدمی بود و تشکیل نخستین حلقه های گم شده داروین را میداد. باری به هر جهت در آن زمان آداب و رسوم با حالا از زمین تا آسمان فرق داشت. به این معنی که سرقبیله و سردوده و همه کاره و کیابیا زن بود به اصطلاح فوکالی ها الها که میطل امیه یا ماتریارکال بود شوهرها داخل آدم حساب نمی شدند و جرأت نوتخ کشیدن نداشتند و هر وقت زنشان را می دیدند مثل بید می لرزیدند. به طوری که حتی اسم زن را روی بچه های بیگناه خود می گذاشتند. شاید هم از جلوی شوهرها بود چون به زنهای خودشان اعتماد نداشتند از این جهت بچه های مشکوک را به ریش نمی گرفتند. باری به هر جهت سرقبیله آدم میمون های دوپا یکی از این دمامه های بخوبوریده زالم بلای سابیده کار کشته و چون از توتم گرگ ها بود اسمش را امه گرگه گذاشته بودند و این همان کسی بود که برای آدم میمون های نر پوشیدن چادر و چاخسور را پیشنهاد کرده بود. ام گرگه دستش را پر کمرش زد و جلو افتاد و قبیله جدید و آدمیزات هم به دنبالش رفتند و رفتند تا به مرغزاری رسیدند که به انواع ریاهین آراسته و, و مرقان خوشالهان روی شاخه درختان چه چه زده آوازهای پرسوز گداز اشقالود می و در چشمه و در جویبارها بیزه ماهی استروژن را از فراز میدیدند در آنجا رحل اقامت افکندند و چون خیمه و خرگاه نداشتند زیر شکاف سنگها و در قارها اتراخ کردند روزها به گشت و گذار و شبها رو به ایشانوش ورگزار می و سالیان دراز بدین منوال گذشت نیاکان آدم میمونهای های دوپا که با چهار دست و پایشان روی درختان معلق میزدند گاهی دلشان برای زاد و رود گمراهشان تنگ میشد خب چه میشود کرد در مسجد نه و نسوزندنی؟ از این رو هر چند سبا یک نفر قاصد با توحف و هدایا به سراغ تخم و ترکه گمراهشان میفرستادند تا به وسیله پند و اندرز حکیمانه آنها را توبه نسوح بدهد و دوباره به راه چهار دست و پایی دلالت بکند ولی آدم میمون های که بچه های سرتق و بیاتف و بد اخلاق و بیمعنی بودند به ریش آنها میخندیدند و شیشکی میبستند بستند و انقدر متلک بارشان میکردند که این پیر های دیو ارتجا با افکارت پوسیده دماغ بر می گشتند. اما از آنجا بشنو که وضعیت قائم در زندگی آدم میمون های دوپا تغییرات و تحولات قابل توجهی داد. اولین آدم میمون که یاوحق گفت و سر دوپا بایستاد دستایش آزاد شده. و چون شست دستش بلندتر از شست میمونهای سگ سر و دومدار دو بود با آسانی توانست اشیا را بگیرد و افزارها را استعمال بکند میوه ها را با دستش میچید و یا با آرواره هایش میکند و در قارها و یا زیر تخت سنگ هایی که لانه کرده بود سنگ را برمیداشت و به دشمنانش پرتاب میکرد و در موقع بیکاری کیک ها و شپش های خود را شکار می نمود و از دستمالی به اشیاء و حس کنجکاوی که داشت هوش او ترقی کرده و وادار شد مطالب مختلفی را در نظر بگیرد و به مطالعه آن بپردازد. سرش را که از حال خمیدگی بلند گرفت ناچار منظره وسیع تری جلو چشم او نمایان گردید. مشاهداتش به مراتب متنوعتر و آسانتر شد مسئله مهمتر این که آلت تناسل که از ایستادن قائم میان تن قرار گرفت آنچه که پنهان بود نمودار شد و در نتیجه حس شرم و شعر و تغذل و فوش و ادبیات پورنوگرافیک به وجود آمد و احساسات اشغالود او تندتر شد از این رو کم کم آدم میمون نر به آدم میمون ماده ماتریارکال مسلط شد. از لحاظ تشریح تغییرات مهمتری در اندرون بدن رخ داد. مثلا پرده سفاق پریتوان از وضع قائم به وضع موازی درآمد. در, در صورتی که اگر برای وضع موازی آفریده شده بود می این عضلات از, از روی شانه آویزان شده باشد. به همین علت است که اغلب اعضای درونی شکم افت می کنده که به اصطلاح طبی پتوز می و روی هم رفته روی عصب ها و عضلات استخوان ها و در نتیجه در تمام دستگاه ساختمان درونی بدن فشار غیر طبیعی منعکس کردید در عوض آدم میمون های ماده رول مهمی در پیشرفت زبان بازی کرده از آنجا که تمایل وراجی و پرچانگی زن بیش از مرد است آدم میمونهای های اولیه ساکت و اخمو بودند و صبح که پی میوه و ریشه درخت میرفتند اهل و ایال آنها کنار قارها با در و همسایه مشغول وراجی و چانه زدم راجع به مرد خود و گیرودارهای احمقانه زندگی می شدند. از این راه کمک شایانی به پیشرفت زبان کردند این شد که هر وقت قاصری از جانب نیاکان محترم چهار دست و پایشان می آمد، او را دوره میکردند و آنقدر فوش های آب نکشیده به نافش میبستند که از رو میرفت. باری به هر جهت از این هم بگذریم. پیش آمد قابل ذکری که در زندگی مهاجرتی آدم میمونا رخ داد کشف آتش بود روزی یکی از آدم میمونها که از سرما آجز بود و به همین مناسبت اسمش را پیرزا گذاشته بودند در اثر کشف آتش از ادیسون پیش آدم میمون ها مشهور تر شد. پیرزا کنده درختی را گیر آورد که برق به آن زده بود و با شاخه درخت زغال آن را در می آورد و به صورت دخترش میمالی تا او را چشم نزنند. بعد دنگش گرفت و شاخه را در سوراخ کنده گذاشت و با دو دستش هی چرخانید. از سایش چوب برق تولید شد و جرقه زد و آتش گرفت و آتش به جنگل افتاد. و با وجود اینکه مأمورین محترم آتش نشانی زل زل نگاه می کردم ده. قسمت که جنگل کاوان شد. آدم میمون ها ابتدا دستباچه گشتند و از جهل مرکبی که داشتند این پیش آمد را در اثر نفرین اجدادشان فرض کردند. بعد به خواس آتش پی بردند و این عمل را تکرار کردند و شبهایی که سرد بود آتش را نگه داشتند و های سقیل یا مغز ریشه گیاه ها را زیر خلواره میگذاشتند تا خوشمزه تر بشود. زمستان هم خودشم را با آتش گرم میکردند و از روشنایی آن جانوران دررنده میگریختند. این شد که کم کم برای آتش احترام قائل گردیدند و بعد هم صاف و ساده آتش پرست شدند. یک روز که آدم میمون ها از همه جا بیخبر دور آتش حلقه زده بودند و دستهایشان را گرد می کردند. دیدند ننه نسناس با دسته از آدم میمون های چارپا به سراغشان آمدند. نن نسناس نگاه زهرالودی به جگرگوشه خود انداخت و به چالاکی از درخت کوتاهی بالا رفت و بی مقدم گفت راستش رو میخواید شما ها موجودات احمق جدی شدید دیگه شوخی باردی و لودگی سرتون نمیشه و لوس بازی رو از شور در کردید آزادی، بازیگوشی، شادی، عشق طبیعی و بی تکلیفی رو که میبینم که از همی الان از دست دادید و ملولهایی کرسو کسیف خوش باور و گند دماغ لاغر مردنی شدید. شپشه به جونتون بریزه و گزنک به دستتون بخوره و گند مرداب ها خفتون بکنه که آبروی هرچی آدم میمون بود میان جک و جونه برای جنگل ریختید ولی ما با طبیعت هماهنگیم و با تمام طبیعت زندگی میکنیم. ما با ماه و ستاره ها و جانوران و درختان راز و نیاز داریم اغلب ساکت هستیم و به خودمون میپردازیم و در خودمون فرو میریم ما چهار تا چشم داریم با دو چشم این طرف زندگی رو میبینیم و با دو چشم دیگه اون طرف زندگی رو ما در تنهایی و انزوا به سر میبریم و فرشته های تاریکی با ما حرف میزنن شما از صبح تا شام مثل گنجشک ور حق و ناحق میزنید شماها ها پر پر زده ها زیبایی طبیعت فرزی و چالکی رو از دست دادید چقدر توی ذوق میزنه که بچه های دوپای شما نمیتونن از درخت بالا برن اگه جونوران درنده به شما حمله کنن چه میکنید؟ آیا تا حالا شده ما قاس سمی سم بخوریم؟ تا حالا تو شما چندی نفر از قارچ سم میمردن و هر گند و کسافتی رو به زیر آتش میپذید و میخورید همین مونده که دو روز دیگه تنبون آهاری و چادر و چاختورم بپوشید مگه چشمتون رفته کاسه سرتون و نمیبینید که آدم میمون چار دست پا همین که موقع زایمانش میرسه به قار یا به قول پناه میبره و بچه که به دنیا اومد بغل میگیره و میاره شما ها از وقتی که دوپا شدید زاییدنتون این همه مشکل شده احتیاج به ماما پیدا کردید و با اون شکم ورقل و میده مزهک روی دو پا راه میرید و این همه علم شنگه و چه بازی در میارید چرا اغلب تخم مترکه شما پا نمیگیره و نمیتونه تا دنیا اومد روی دوپا راه بره در صورتی که بچه یه و خرس و شغال همین که دنیا اومدن راه میفتن و غذاشونو میخورن چرا اونقدر مرگ و میر میون شما زیاد شده چون که زندگی شما طبیعی نیست تمام حواس شما توی شکم و زیر شکمه آدم میمون ماده در جامعه یه گندیده یه هشری هش شما خیلی ماده تر از ماده جانوران آزاده تمام وقت صرف بزک و دوزک میشه تا از نرد خرات دل رو بایی بکنه و موجود پرچونه ی وراج و احمق عذاب در اومده و دیگه فرصت فکر کردن نداره به زفت و رفت امور خونه رسیدگی نمیکنه. توی پرانتز در نجای یک جمله که ناخانا بود از قلم افتاده است اگه اینطور پیش بره نژاد فاسد و بدریخت شما به طرز ننگینی می از میون میره اون وقت شما اونقدر پررو رو شدید که آدم میمونای چارپا رو از راه در میکنید و تو جرگه خودتون میکشونید همه این آتش ها از گور پسر ور پریده آتش به جون گرفته من نسناس بلند میشه که این تخم لغ رو تو درنتون شکست کاش که بازمحجه بودم لابد من رو که دید گذشت در رفت اون بد جنس تخم مول رو من خوب بیشنسم همه تون رو دست انداخته شما گمان میکنید که متمدن شدید و با ما فرق دارید اما اسباب دست نسناس شدید خوش هم باشه حالا بدتر از همه آتیش بازی رو هم مود کردید و جنگل رو می گلی به جمالتون از دست شما جوون مرد شده ها دو روز دیگه ما باید سفیل و سرگردون سر به بیابون بذاریم بازوی خودش را نشان داد شما گر گرفته ها و مردن یا و بو ها با قلاق تک زده هاتون بازی منو ببینید با دو دست روی سینهاش مشت زد و از درخت پایین آمد و سر پای ایستاد چشمای کورتون رو باز کنید منم بلدم روی دو پا راه برم حال دیدید که شماها معجزی نکردید برای آخرین بار بهتون میگم تا هنوز دیر نشده از خر شیطون پایین بیایید اگه میخواید قریبگور نشید مثل آدم میمونای چهار دست و به جنگل و زاد و بوم خودتون برگردید و نه گورتون رو گام کنید و شردتون رو بکنید شما تابو هستید فقط دو روز به شما فرجه میدم تا از اینجا بونه کم کوچ کنید وگرنه نه اونقدر نارگیل توی سر و کلتون میزنیم که ریغ رحمت رو سر بکشید این نطق تهدیدآمیز تأثیر عمیقی در ملولی های دوپا بخشید و میانشان ولوله افتاده گروه بیشماری دوباره چهار دست و پا شدند و به نن نسناس پیوستند ملولی های دو پا که ننه نسناس اسم تابا رویشم گذاشته بود و آنها با وجود ترقیات و روزفزون زبان شناسی هنوز معنی آن را نمی دانستند. برای تقویت روحیه پشت جبهه خودشان از آنجا که رئیس قبیلشان ام گرگل لک دیده بود و پشه لگدش زده بود شوهرش دبوری خرگردن را بالای درخت کردند او سینش را صاف کرد و گفت بکوری چشمتون حسود به مقصد نمیرسه. بکوری چشمتون شماها جز خور و, خواب و خشم و شهوت شقب و جهل و ظلمت چیز دیگری سرتون نمیشه. بکوری چشمتون ما کشفیاتی کرده ایم. ما آتش را پیدا کردیم. ما نمک ترکی را پیدا کردیم. قلاب سنگ اختراع کردیم. بکوری چشمتون زبانمون ترقیات رو زفزون کرده. با دستمون همه چیزو میتونیم بگیریم و به کار ببریم اصلا ما از تیره هومونیس هستیم و شما از تیره سیمنس ما از نژاد برگزیده پیتو هستیم و شما از نژاد لچر سینانتروپوس ما براکیسفال هستیم و شما دولیکاسفال ما آنتروپوفاژ هستیم و شما سارکوفاج ما بیمانوس هستیم و شما کوادریمانوس ما میزانتروپوف هستیم و شما فیلانتروپوف هستید ما عقاید پانتئیست داریم و شما ماتریالیست دیالکتیک هستید ما افکار آنتروپومورف داریم و شما سیمیومورف به چشمتون ما تحصیل کرده و تربیت شده و متمدن هستیم و شما بربر وحشی هستید و دست راست و چپتون رو هم نمیشناسید برای ما دیگه غیر مقدوری که به اون حالت توحش و بربریت و محرومیت برگردیم اگرچه هنوز دیگه اختراع نشده ما آشپز باشی داریم و هرچند فورسپ رو به رسمیت نمیشناسیم لاکن ماما داریم شماها هزار زمستون دیگه هم روی شاخه درختها ملقوارو بزنید یکی از این تجربیات گرمبه ها رو به دست نمیارید شماها کور به دنیا میاید و کور هم از دنیا میرید ما خلاصه مقصود آفرینش هستیم و از کوری چشمتون دنیا برای خاطر ما درست شده و هر کاری رو برای خودمون جایز میدونیم ما از نسبت با شما بیزاریم و از همسایگی با شما ننگ داریم از کوری چشمتون وظیفه سنگینی به عهده ماست و به زودی مشعل تمدن را افروخته و در سایه عدالت و آزادی در اقصاب بلاد زمین تمدن پراکنی خواهیم کرد دیگر چیزی به عقل ناقصش نرسید در این وقت نن نسناس با آدم میمون هایی که دوباره چهار دست پا شده بودند مسافت دوری را پیموده بودند و همین که به قبلی خودشان پیوستند جشن با فصلی برپا کردند و سوگند یاد نمودند و توبه نسوخ کردند که از این به بعد دیگر حرف نزنند. بعد از این پیش آمد دبوری خرگردن پیشوای محترم و کیابیای آدم میمون ها شد و آنها هم دار و ندارشان را جمع و جور کردند و به سوی نواهی دور دست روانه شدند. رفتند و رفتند تا از سرزمین های بی آب و علف سر در که نه مرغزار داشت و نه مرغان خوشالهان و نه بیزه ماهی استروژن را در جویبارها از فراز میشد شد دید. شبها که سرد می شد آتش می و صبح آفتاب نزده این ملولی ها که از توتم گرگ و از نست ام گرگ بودند دست جمعی این ترانه شیوا را با آواز رسا دم می گرفتند خورشید خانم آفتو کن یه مش برنج تو او کن ما بچه های گرگیم از سرماگی بمرگیم. به مرگیم به زم اکثر انتولوجیست ها این اولین تظاهر ادبی ملولی های تربیت شده است که گمان می کردند ماه مرد و خورشید زن است چون هنوز تلسکوپ به مهنه انداخته بودم که بدانند علیاباد هم شهری نیست اما از آنجا که این حلقه های گمشده داروین هنوز به فراخور محیط در نیامده بودند و در انفابان شباب لبهی که حق را اجابت می کردند از بدجنسی و مخصوصاً کینه شطوری که به نیاکان محترمشان داشتند اسکلت های خودشم را به دقت نابود میکردند تا بعدها گزک به دست پیروان داروین ندهند که به توانند رابطه میان انسان متمدن و میمون وحشی را برقرار بکنند باری به هر جهت در مناطق گوناگونی که این آدم میمون ها پراکنده شدند عامل مهمی که بروز کرد اختلاف محیط و آب و هوا بود اما چون آتش را کشف کرده بودند آن را برای پخت و پز خوراکی هایی که عادت نداشتند بخورند به کار می بردند. مثل ماهی گوشت شکار به تقلید پوست کدو دیزی اختراع کردند و این غذاها را پخته و نپخته به زور نمک ترکی به یک چشم به هم زدن سک خور می کردند. حتی کار به جایی کشید که در بعضی از تیره که گوشت شکار به هم نمی رسید. آدم میمونخاری مود شده بود اما بیشتر با کشت و کار زمین زیست می کردند. و چندی که گذشت به تقلید جانوران آلونکا و خانه های چوبی بدون اشکوب و آسانسور و کامفورت مدرن برای خودشان ساختند و در ضمن تربیت جانوران اهلی را هم مود کردند قفس اختراع شد و ملولی ها به یاد پرندگان خوشحالان جنگل بلبل و سهره و بدبده را در آن حبس کردند مرغ برایشان تخم میگذاشت و پشتش کولی قرشمال بازی در میآورد و گربه پشت دست بچه را خنج میکشید. پای پایی با زردت که کاشته بودند چرت می زدند و بلالهای کال را روی آتش بریان می کردند و آنقدر میخوردند که دل درد می شدند و چون پزشک نداشتند که امتین و لیسترین و پنیسیلین و فنالسین و آتروپین و انتیفلوجستین به آنها بدهد به وسیله تعویز و یا علفهای خودروی روی هرزه خودشان را چاق می کردند. اما هنوز موفق به کشف سیب زمینی و گوجه فرنگی نشده بودند. بومرنگ درست کرده بودند و به جان از پای وحشی پرتاب می کردند. گاو وحشی را رام کردند و جلو گوساله گشنش که بیتابی می کرد شیر او را در پوست کدو می دوشیدند و قرد قرد می نوشیدند. از شدت سادیسم و ماسوخیسم خروس ها و قوچ های جنگی را با هم به دعوا می انداختند و چون سیگار برگی نداشتند چون باتمه می نشستند و سیبیل هایشم را می و به جای سینما و تئاتر این نمایش محیر را تماشا می کردند و نیز تصنیف تازه درآمد خورشید خانم آفتاوکون را به سود می زدند. نگفته نماند که در آن زمان زمین ها به هم چسبیده بودند و خیلی از قسمت های زمین از سرس ملولی ها زیر آب قایم شده بود. به همین مناسبت جانورها هم از همچشمی ملولی ها شروع به مهاجرت کردند مرچه کرگدن شطر لاما اغرب جرار و غیره هم به اطراف و اکناف عالم پراکنده شدند. تخم کمبوزه و خربوزه ابو جهل و گرمک را یا باد برد یا توی جیب ملولی ها بود که بوداده و وقتی کوچ می کردن تخ و تخ می و چون هنوز ماهیت به اختراع نشده بود که آنها را کاملا بو بدهند هر جا ملولی ها می رفتند از جیبشان می افتاد و بطه آنها بیدرنگ سبز می شد. پس از این قرار معلوم می شود که جیب سوراخدار از اختراعات ما قبل تاریخی ملولی های دوپا بوده است. باری به هر جهت این موجودات که خوب پراکنده و جابجا جا شدند زمین هم کلاه سر آنها گذاشت و بعضی از قسمتهایش از هم جدا شد تشکیل خمس مسکون را داد فقط قاره آسیا و اروپا از علاقه ای که داشتند دوباره به هم چسبیدند و از این قرار ربع مسکون را تشکیل دادند. مدتی که گذشت به مناسبت آب و هواهای گوناگون نژادهای رنگ و رنگ پیدا شد. نژاد سرخ از خجالت رنگش قرمز شد و نژاد سیاه آفتاب کلش تابید و رنگش تاسیده شد و نژاد زرد مبتلا به مالاریا و زردی یرقان گردید و نژاد سفید هم از ترس این پیش آمد رنگ خود را باخت چون دیگر ما اسناد و مدارک معتبری از اوضاع داخلی و سازمان اجتماعی و طرز حکومت و جزئیات زندگی فردی این تیره ها و نجات ها در دست نداریم این است که فقط به شرح حال دو تا از این قبیله ها میپردازیم که در سرزمین لخت و بایر و مزخرفی اقامت گزیدند ولی به همان نلت نام فوق چون درباره آنها هم کمیت اطلاعات ما میلنگد این است که در نهایت فراغت خاطر مطابق معمول احادیث و اخباری راجع به آنها از خودمان صادر میکنیم تا خوانندگان انگشت به دهان حیران بمانند باری به هر جهت این دو قبیله که یکی به ریاست خیک تبر خورده که فل مجلس بادش در رفته بود و دیگری به ریاست نیست در جهان خانم بود بعد از کشمکش ها و کش قوس ها تعیین مرز نمودند و بغل دست همدیگر هر کدام تک زمینی را از یخه خودشان پایین انداختند و مستقر گردیدند و تشکیل آئله و خانوار دادند تا بعدا نسلشان به رسم یادگار بماند. در قبیله نیست در جهان خانم که هنوز تا حدی ماتریار کارل مانده بود و کیابیا زن بود برعکس قبیله خیک تیر خورده که فل مجلس بادش در رفته بود و تقریبا صدی پنجاه شده بود انقلاباتی رخ داد و یکی از آدم میمونهای نر موسوم به قول میشا خودم کم کم اختیار را از دست زنها درآورد. و برای سرگرمی و دلخوش کنک آنها فالگیر و جامزن و درخت مراد و اینجور چیزها برایشان علم کرده و کنفرانس هایی راجع به فشار قبر و روز پنجاه هزار سال و عذاب دوزخ برایشان ترتیب داد و همچنین برای استفاده عموم جلسات پرورش افکار برپا کرد و چون هنوز رادیو و میکروفون و آمپلیفیکاتور پا به عرصه وجود نگذاشته بود معمولان قلچماقی که سر نترس داشتند هر روز صبح سهر به جای نماز مردم را با شلاق و پسگردنی در میدانهای عمومی جمع می کردند و متخصص اخلاق جملات حکیمانه زیر را می خاند. و همه مجبور بودند به صدای بلند آن را تکرار بکنند. ما دیگر ملولی نیستیم و آدم هستیم. ما پیر روزگار را که در آسمان هاست می پرستیم. ما ریش سفیدان قبیله را محترم می شماریم. ما حرف پیروپاتاله ها را آویزه گوشمان می کنیم. ما مرده ها را نیایش می کنیم. ما گوساله سامری را ستایش می کنیم ما پیشوا و قائد محترم خودمان قول بیشا خود دوم که نماینده پیر روزگار است را می پرستیم ما از دولت سر قائد عظیم و شأنمان ترقیات روزافزون کردیم اگر ما راه می رویم چیز می خوریم و تولید مثل می کنیم از اراده اوست ما قول بی بیشاخ و را می پرستیم اگر گنبد آسمان روی سر ما پایین نمی آید اگر باران می بارد اگر گندم می روید برای خاطر او و به امر اوست ما از خشم قول بیشا خودم می حراسیم. ما از عذاب دوزخ می ترسیم ما جادوگر و جامزن قبیله را محترم می شماریم ما نگاه بد به زن بابای ما نمی کنیم. ما تو سریخور و فرمانبردار هستیم. به طور کلی ما ربات هستیم. جوانها باید کار بکنند و بدهند پیرها بخورند. پاداش ما را پیر روزگار که در آسمان هاست خواهد داد. این دنیا دمدمی و گذرنده است. آن دنیا همیشگی است. توی پیشانی ما نوشته که باید دست رنج خودمان را به حضرت قول بیشا خودم تقدیم کنیم تا او بخورد و بنوشد و خوشگذرانی بکند او عادل و کریم است او ستون دنیا و است. ما باید رضایت خاطر گردن کلوفتا و قلدران خودمان را فراهم بیاوریم ما متی و منقاد هستیم اراده آنها اراده آسمان است ما جان و مال و ارز و ناموس خودمان را کور کورانه در طبق اخلاص میگذاریم و فدای منافع قول بیشا میکنیم می کنیم. ما گوسفندان قول بیشا خودم هستیم که هم در عروسی و هم در عزای او باید کشته بشویم این را توی پیشانی ما نوشته اند و از بزرگترین افتخارات ماست مقدور است که آنها از سیری به ترکند و ما از گشنگی زنده باد مرده های قوم ما ما برای خاطر مرده ها زنده هستیم ما خوشگریه هستیم و گریه بر هر درد بی درمان دواست ما از غضب مرده ها می ترسیم. ما مردار پرستیم عجی مجی لا ترجی با گرز و چماق کشک می دادند. و هر کس این کلمات قصار را با تجوید و علامت سجاوندی تکرار نمی کرد به ضرب دوگنگ حدش می زدند. به این طریق مرد پرستی رواج گرفت و هر کس از کله گنده ها می مرد. عزیز بی جهت می شد شماری انگوش چماری مرد خور بودند و باقی همه مرد پرست جوان ها هنوز سر از تخم در نیاورده بودند که کلمات قصار پیر ها را آویزه ی گوششان میساختند. گرچه به کار نمی بستند بالاخره کار به جایی کشید که آنها را مثل گوسفند و گاو خرید و فروش می کردند و به علت عدم پول با لوبیای چشم بلبلی و کشمش لورکش و آجیل مشکل گوش آنها را تاخت میزدند. شوهرها هم دم در آوردند و امر و نهی می کردند و جامعه پاتریارکال شده بود اگرچه ظاهرا برای زنها پستان به تنور می چسبندند ولی اسم آنها را عورت ضعیفه و ناقص العقل گذاشته بودند طرف غروب که شوهرها ساکت و اخمو به خانه برمیگشتند کولبارهٔ خودشان را زمین میزدند و یک گشت میوه کالک و زرداری انک و گاهی یک کلاق مرده از سوی توبره خودشان در می چون هنوز خورجین اختلاع نشده بود و آنها را جلو زن و بچه خودشان می ریختند و می گفتند بلوم بونین. زهر ما رو کوفت و ماشرا کنین پس معلوم شود در آن زمان هم با وجودی که هنوز خط مد نشده بود این امراض ساریه وجود داشته است بعد زن و فرزند بیگناه به این اقضیه هجوم می آوردند و شکمی از ازادر می آوردند شبهایی که صد سیر می شدند نیلبک می زدند و چوپی می رخصیدند برعکس شبهایی که رود کوچکی رود بزرگه را می خورد اگر کاردشان می زده خونشان در نمی آمد و بعد هم کتک و کتک کاری راه می افتاد. مرتیکه هم تولید مثلهایش را ورانداز میکرد کرد و گاهی هم برای خالی نبودن عریزه عوض تازی پسر بزرگش را هم راه خود به شکار می برد تا فوتوفند کاسگری شکار را یاد بگیرد زنها هم از لجشان که اختیارات را از آنها گرفته بودند هر گند و کسافتی را به عنوان تو توی دیزی می جوشانیدند و به خورد شوهرهایشان میدادند تا به این وسیله انتقام خودشان را از زائقه آنها بگیرند. باری به هر جهت در این دور پیش آمد قابل توجه اختراع لباس بود چون تا آن زمان با برگ درختان ستر اورد می کردند و یا مثل جوزفین بیکر موز هندی به کمرشان می آویختند. در آن زمان الیاف نباتات الاستیک را به تقلید انکبوت به هم بافتند و میپوشیدند و در نتیجه منیجه خانم که همان شپش خودمان باشد به وجود آمد و برخلاف نظر دانشمندان اولوشنیست که معتقدند بچه ته تقالی در طبیعت کاملترین موجود آدمیزاد است شپش تن پدیکولیست اوروپیست که خواست آن با شپش سر پدیکولیست کاپیتیست و شپشک فیتوریوس پوسیس کاملا متمایز می باشد و متخصص تیفوس است بعد از آن که آدمیزاد عادت به لباس پوشیدن کرد به وجود آمد و درجه تکامل شرایط زندگی او به مراتب مناسبتر و کاملتر از انسان می باشد زیرا بدون کد یمین و عرق جبین در لابلای لیفه تنبال می چسبد و بدون دوندگی در جای گرم و نرم از خون انسان که در اثر این همه مرارت و مشقت به دست آمده تغذیه می کند و رشکای های بی بیگناه خود را با هزار امید آرزو میپروراند شپش که به وجود آمد ملولی ها لقب ملیجه خانم را به او دادند و به خونبه هایش گوزپند قربانی کردند. اما بعد از اختراع واجبی ملولی ها از بس خود پسند بودند برای اینکه تنشان مثل تن ملولی های پشمالود نباشد چنگ چنگ موهای خودشان را کندند و به باد فنا دادند خلاصه چه درد سرتان بدهم در اثر اختراع لباس غیر و غمزه و او و اطوار ملولی ها زیاد شد پیرزنهای یائسه و بدریخت به واسطه لباسهای فاخر معایب جسمانی خود را پوشاندند و به ضرب سرخاب سفیداب و پیرایه هایی که به خود می بستند هی hey, از مردهای گردن کلوف دلبری می کردند آنهایی که نمی توانستند لباسهای تله خر بپوشند تأسف زندگی سابق آدم مهمون را می خوردند. و مرسیه های جگرخراش برای دوره بربریت که به نظرشان بهشت به گم شده جلوه می کرد می گرچه هنوز خط اختراع نشده بود با خودشان زمزمه میکردند. به یادگار نوشتم خطیز دلتنگی به روزگار ندیدم رفیق یک رنگی بالاخره از ناامیدی دست به دامن پیر و مرشد و رمال و مارگیر شدند و خواستند به وسیله طاعت و عبادت زندگی لوس مجللی در آن دنیا به چنگ بیاورند و شماتت دشمن بدهند و مثل اینکه در زندگی مرتکب یک رشت جرم و جنایت شده بودند دائم از کشیش و آخوند طلب آمرزش می کردند کم کم استعمال الکل و تریاک و تنباکو و افیون و افسنتین و مورفین و کوکائین و شیره و نگاری و چای و قهوه و هشیش و هروئین و ناس و استرکنین و انفی باب شد اشعار بند تنبانی آیدلم دلم آی جگرم از دست ما در شوهرم را توی داریه میزدند و بغز می کردند. برای گردن های جامعه به نفع گردن کلوف تا بنگاه های منفعه از قبیل عدلیه و صلحیه و نظمیه و امنیه و دوستاخانه و جیزگرخانه و خیرخانه و میخانه و دارالمجانین و دارالمساکین و بنگاه حمایت لگوری های باردار ساختند و چوبه دار را به پا کردند با وجود این همه پند و مواعظ اخلاقی چاقو کشی و دزدی و خیانت و احتکار و قاچاقچیگری و فحشا و جرم و جنایت مثل آب خوردن شده بود باز هم نگفته نماند که یکی از عوامل بزرگ موفقیت قول بیشا خودم پیشرفت زبان و توسعه لغات جدید بود که ملولی ها را کاملا جلب کرد ملولی ها به خود میبالیدند چون ظاهرا نیاکان چهار دست و پا و توتی و جانوران باهوش دیگر از این تفریح محروم بودند آنها گمان می کردند این یگان وجه امتیاز ایشان نسبت به سایر جانوران است و خورده خورده یک جور منطق قرار دادی بین ملولی های دو پا برقرار شد از طرف دیگر مانع تفکر و تعمق آنها کردید اما تجربیاتی که اندوخته بودند سینه به سینه انتقال می دادند. گرچه مرتازینی میان آنها قد علم کردند که سکوت را جز صفات حمیده دانستند و مانند آزمایش دشواری به پیروان خود توصیه می کردند لکن بیشتر ملولی ها شهفت کلام را بخشش الهی دانسته و ابتدا به خودشان حیوان ناطق و بعد هموسیپین لقب دادند و هر کس هر رافتر و پشت هم اندازتر بود در جامعه قدر و منزلتش بیشتر می شد. به وسیله الفاظ و اصطلاحات منافع قول بیشاخ و دم به ملولی ها بهتر تحمیل شد و سرشان کلاه رفت. آنها از سر و صدای خودشان مثل شطور از صدای زنگوله گردنش کیف می کردند و تمام معلومات قضا و قدری را با ناله و بادن داختن زیر صدایشان می و آدم میمونی که به فکر خوراک و پوشاک و انحصار و احتکار نبود تمام توجهش صرف شکم و زیر شکم و بهبودی زندگیش می شد و حریص و تمام از آب در می آمد. این موجود میوهخوار بیآزار کمر قتل جمله جنبندگان را بست و از میگوی هوا تا مرغ دریا را در شکم ولنگ باز خودش قوت ور ساخت و این را نیز دلیل برتری خود دانست این موجود حشری علاوه بر سادیسم و مازوخیسم نئوروفیلی و زوروفیلی را هم اختراع کرد لودگی و بامزگی دیرین خود را فراموش کرد و اخمو و شکمو و لوس و نونو رو پر مدعا بار آمده و خودش را موجود برگزیده و مرکز سقل ثوابت و سیارات دانست و مقام الوهیت برای خودش قائل شد و گمان کرد که قول بیشا خودم نماینده و سایه پیر روزگار روی زمین است و هیئت وزرایش به منزله ملائکه مقرب هستند یعنی افکار پست آدم ملولی خود را به آسمان منعکس کرده و فرمانی به قید سفوریت از صحه همایونی گذرانید که از این به بعد ملولی را از قاموس حذف کنند و از ترس مرگ و نیستی و سستی ها و حرص و طمعی که داشت زندگی جاودان در ما ورای جو برای خودش تصور کرد و فلسفه ترانسندنتال و متافیزیک به وجود آمد مجادله و مناظره و مباحثه و جیغ و داد راه و به وسیله زنجموره و گدایی از قلدرهای زمینی از خود دفاع نمود در زم موجودات لجن شپشو و عاجزی مبادی آداب شطر معاب از لای کتاب منشعات بیرون جستند و فرمولهایی برای چاق سلامتی ابداع کردند قربان خاک پای جواهر انورت کردم زل عالی مستدام به شرف عرض عالی میرساند به آستان بوسی شرفیاب شدم تشریف نداشتید از تصدق فرق مبارک در قید حیاتم امر امر مبارک است اینها را وسیله تقرب و ناندانی خود قرار دادند و موجودات آب زیر کاه فاسد اخلاقی هم اخلاق نویس شدند و به آداب مبال رفتن حاشیه رفتند باری به هر جهت برای دفاع از منافع سرقبیله و سردمدار و سرگردن گیر ملولی های یوقور سادلوه را که سینه فراخ و بازوی ستبر و گردن کلوف داشتند و معجزشان این بود که یک نان سنگک را با نیم من روغن نواله می کردند و آروغ می زدند اسمشان را پهلوان گذاشتند و سلاح ناراحتی مثل تیر و کمان و سپر و زوبین و کلاخود و خفتان و از اینجور چیزها به جان آنها بستند و زور و عضلات آنها را تشویق کردند. در زمان صلح آنها را دنبال توپ فوتبال دوانیدند و جام پیروزی جیر بغلشان گذاشتند و یا در زور خانه های بد هوا به ضرب دنبک کباده گرفتند و عرق ریختند و شبایی که آزاد می شدند بعد مستی و اربد راه میانداختند انداختند و داشت مشتی بازی در می آوردند. هر وقت که مساله عالیه قلچماخ کشورشان به خطر می افتاد عنوان فداکاری و مذهب و میهن این شوالیهای های را بعد از آنکه که سنتوق شسته به پایین تنی زنهایشان می کمربند افت با سی و درجه حرارت بزکشان می کردند و هاماشالله می گفتند و به جنگشان میفرستادند تا خوب شل و پل بشوند و پدرشان یده. در در قبیله قول بیشا خودم قهرمانان سرشناسی مانند حالوش شنگشتی حالو لب شکری حالو پهلوان کچل حالو باتمان قداره حالو شکم صفر کن و حالو گردن شکسته که هنرنمایی های محیر و از آنها به ظهور رسیده بود پیدا شدند ولی چون مورخ حسابی نداشتند که اسم آنها را ثبت بکند رشادت های این جهانگیران تا ابد گمنام ماند اما این پیش آمد به نفع شاگردان مدارس تمام شد وگرنه آن بیچاره ها مجبور می شدند شرح حال این نکره ها را از بر بکنند و اگر سر امتحان اشتباه میکردند صفر میگرفتند گرچه در آن زمان هنوز مدال و حمایل مد نشده بود که به این قهرمانان سر و دست شکسته و دک و پوز زخمی که از جنگ برمیگشتند بدهند یا برایشان حماس سرایی بکنند اما در هر محلی که جنگ یا واقعه به اصطلاح تاریخی رخ میداد سنگ های عظیم و جسعی به نام دلمان یا منهیر برپا می کردند تا باعث عبرت گردنکشان آینده بشوند. مال تا از فقط از اختراع لغت مندرادی جدید برای این سنگ ها قفلت ورزیده و باز هم معل تأصف ما با نهایت اکراه ناگزیریم که این دو اجنبی را در این قضیه میهنی بگنجانیم و حتی این سنگها را اگرچه علامت قدمگاه نداشت امامزاده کردند و با آنها دخیل بستند القصه بعد هم خط به توسط دکتر زبان پس قفا اختراع شد و در نتیجه مورخ و شاعر متملق میدان تازه‌ای برای جولان مقاصد شوم خود پیدا کردند. موجودات میرزا قلمدان خوشتعارف که به منظور جلب منافع مادی چاق سلامتی های کذاب شفایی از هم می چون از هم مفارقت حاصل می همان تعارفات و لوسبازی ها را با خطوطی که در آفتاب به حرکت در می آمده به وسیله چارپا و قاصد برای همدیگر میفرستادند اما در اثر کونه تراز و زمین زدن قاصدین تمربازان نوین قهاری به وجود آمدند که تمرهای مزهکی برای یادگارهای شوم اسفند سیزده چاپ کردند و فیلاتلیست های ناکام را به خاک سیاه نشاندند موجودات احمق جاه طلبی هم که تمام شب را دور میز قمار خمیازه میکشیدند و روز می و کلا سر حریفشان میگذاشتند شاه و بیبی بی و سرباز و ملکه روی ورق بازی کشیدند و یا به شکل مهره شطرنج تراشیدند و به این وسیله شاه بیگناه را مات می کردند. بعد به خیال افتادند که اظهار لحیه بکنند و رول سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای ملولی های سابق و آدمیزادهای های لاحق بازی بکنند تا نام وامانده آنها در جریده روزگار ثبت بشود آن هم باز به منظور بحر برداری از حافظی شاگردان مدارس که این اسم ها را به زحمت یاد بگیرند و با آسانی فراموش بکنند این شد که یک دست ترسوی رشید نما که کار حسابی از دستشان بر نمی آمد و ناخوشی گندگوزی هم به سرشان زده بود شیطان زیر جلدشان رفت و گله گله از این پهلوانان زبان بسته را با زبان بازی و پشت هم به اسم جهاد و شاه و میهن و نژاد و جنگ های صلیبی از توی حلقه یاسین در کردند و به جان یکدیگر انداختند و بکشتن دادند بالاخره پول اختراع شد و همون ازاله بکارت کشف پول را به ملا یزغل نسبت دهند چنانکه مارکونی مرکونی گچه مشهور بود ویدا کاشف قطب شمال ندانندی باری به هر جهت با قیام پول بنیان مقام قلدرها کاملا روی زمین استوار و با فرمول های اخلاقی و اجتماعی تطبیق داده شد و به اسم ترقی و تمدن در جامعه دست دست مردم را در اتاقهای دم کرده ی تنگ که اگر دو تا موش دعوا می کردند سر یکی از آنها به دیوار می خورد حبس کردند و از گرده ای آنها کار می کشیدند و آنها هم محکوم بودند که خاک اتومبیل های هایشان را توتیای چشم بکنند و آب بوگندو را بنوشند و هر قدمی که لنگ لنگان برمی دارند دانه شکری بکارند موجودات دزد و گدایی را که متخصص مصالح عالیه کشور بودند بر سر آنها نشاندند این کرم کاغذهای عالی رتبه که در اثر کاسلیسی و جاسوسی پستای عالی را در میهن خودشان اشغال کرده بودند با های جدی و احمقانه اقدامات مجدانه دار را و فتق و امور می کردند، یعنی کاغذ پاره های بد خط را به وسیله امضا به جریان می انداختند و فرمول هایی را دائما در حدود مقررات اداری تکرار می کردند و لبخند لوس می زدند و چای و قهوه و آبجوهای معدنی می نوشیدند و به کارمندان دون رتبه فیس و افاده می فروشیدند. از این قرار میلیون ها آدمیزاد از سکوت، هوای آزاد و زیبایی چشمانداز طبیعت و آرامش محروم شدند و در محیط پرجار و جنجال و ابلهانه زندگی به و نمیر می کردند و نتیجه دسترنج آنها را یک دست احمق ناخوش که دوم خودشان را به قدرت های زمینی بسته بودند نوش جان می کردند و به ارز اندام می و متوقع بودند که مجسمه آنها را سر راه و نیمه راه بگذارند و بپرستند نخوشی های تراخ و مسل سواره و سرتان چهار اسبه و زرد زخم و سیاه زخم و تیفوس و خنازی رو بلنج و جزام و گریپ و آکل شطوری و آتشک و خارشتک و سرخک و مهرقه و وباب و مالاریای پنج و شش اسب هم به جان آنها افتاد و درویش و مرک گیر و پادشاه و گداب و جاکش و صوفی و فیلسوف و پیغمبر کذاب و نویسنده و آخند و ملا نتر بوق و مرد شور و مبرخ و اخلاق نویس و قلندر و شاعر و دلغک و مداح و محتکر و قاچاقچی و خائن و دزد و جاسوس و میهن پرست و کاسب و کاتب وحی و معلم و سرباز و ایلچی و ادارچی و ایچیکاقاسی و وکیل و وزیر و باشماقچی و ایاخچی و یک مش جلب و خرمقدس و, و ردجاله هم سربار آنها شدند و به آنها فرصت سرخاراندن نمیدادند. رادیو هم شب و روز برنامه خود را از قبیله جشن مولود مسعود وظیفه ملت نسبت به دولت حس وظیف شناسی در اجتماع اخلاق و میهن پرستی مراسم سوگواری نزول اجلال ملوکانه جمع آوری اعانه برای حمایت دوشیزگان باردار گاومیری و موسیقی شرقی را با صدای نخراشیده پرمدعا و ساختگی و گاهی هم احساساتی لوس به پرده سماخ مردم میفرستد. و روزنامه ها هم همین طره را حاشیه می رفتند و تفسیر می کردند. این شد که عده زیادی گیج و منگ در هم ملولیدند. و مرتب جلو مقامات عالی دلاراس میشدند. می شدند و آنهایی که فنر اعصابشان در میرفت و به آب و آتش می زدند و علم تغیان بر می افراشتند و مثل آدم سگهار گزیده بیخود خود و بی جهد مخل آسایش عرباپایی های محترمشان میشدند به طوری که گاهی کشمکش و جنگ و جدال هم تولید می کردند. ولی در اثر خفت و نکبت و مشقت و مرارت اغلب مردم از زندگی بیزار شده و از ترقیات روزافزون که هی به چشم آنها می کشیدند سرخورده بودند اما نسبت به حلقه گمشده داروین که موجودات سادلوه شاعرمنشی بودند و زود نفله میشدند و در سایه تمدن ترقی و نیز به علت اینکه آدمها تا حدی حد به فراخور و محیط و آب و هوا در آمده بودند عمر درازتر شده بود چه مشمرده های اجتماع و دریده ها و آبزیرکه های متخصص تولید مثل که مثل کنسرو خیار شور چین و چلوک می و ایرادیتر و بدخلاختر و حریستر می شدند. در این دنیای دون بریز ادامه به زندگی میدادند و جای دیگران را تنگ می کردند. اما خطری که همه را تهدید می کردیم بود که با وجود مزایای تمدن چشم ها کم سو شده بود و مردم از ترس کوری چشم به حقیقت اندرس های حکیمانی نن نسناس پی بردند و تصمیم گرفتند دوباره چار دست و پا شده و فرار به جنگل های گرم سیر را برقرار اختیار کنند. باری به هر جهت کسی که توانست تمدن بشریت را از این پرتگاه بربریت نجات بدهد و تمام شورشا و تقیان ها و ایرادهای بنی اسرائیلی را بخواباند چشم باباغوری بود که در قبیله خیک تیر خورده که فرمجدس بادش در رفته بود قیام کرد و عینکی از نمک ترکی اختراع نمود که دفع فاسد را به افسد می کرد و خواص مهمی داشت یعنی هر کسان را به چشم می زد مثل کلنگی که به سر فیل می کوبند تا یاد هندوستان نکند و یا یوق و پوز بم که به چارپایان میزنند، می زنند مطیع و منقاد سر قبیله و اربابهای خودش می شد و چون دنیای خارجی را وارونه می دید از کلافگی عصب چشمش به زودی از دل و دماغ می و زندگیش را به دست غذاب و قدر می سپرد و امید شورش را برای همیشه به گور می برد. این اختراع معجزه آسا پس از آن که به محک امتحان درآمد و نتیجه رضایت بخش داد طرف توجه استثمارچیان و استعمارچیان و قاچاقچیان واقع گردید و فرمان ولوکان به قید فوریت صادر شد که از لحاظ استقلال صلح و امن و امان و مساله عالیه کشور و آزادی عدالت که همواره مطبع نظر قدر قدرت ماست و همچنین سرفجوی از اعصاب رعایای ستم دیده فلک زده که دستخوش هوا و هوس ماجراجویان و مفسد طلبان و گرگانی که به لباس میش در میآیند، واقع می شوند لذا مشیت ما بدان قرار گرفت که استعمال خارجی عینک نمک ترکی را به کلیه ی افراد صلح جو و رؤایای کشور پهناور خودمان اکیدن توصیه کنیم تا کماف سابق افتخار زرخریدی ما را داشته و مطیع و فرمانبردار شوند. همچنین از لحاظ خیراندیشی و صلح عمومی طلبی که پیوسته طرف توجهات مخصوص ذات مقدس ماست سودر عینک نام برده را به کشورهای دوست و همجوار توصیه می کنیم تا از این فرمان اتخاذ سند نموده و از مزایای دول کاملت الوداد استفاده های نامشروع کنند و عمری در صلح و آشتی بگذرانند و دعاگوی ذات مقدس ما باشند باری به هر جهت موجودات سینه چاک وردریده هوچی آنقدر دور چشم باباغوری رقصیدند و سینه زدند و ابرو انداختند و هورا کشیدند که استعمال خارجی عینک نمک ترکی به سرعت برق رایت شد و هر کس از استعمال آن امتناع میورزید یا به وسیله باج و خراج مسئولیت خود را به دست می آورد و یا به وسیله تیغ نیم آخته شعر یک دست جام باوده و یک دست ظلف یار را الخ می خاند و بیرو در وسی رقص کنند به دیار عدم ره سپار می گردید بالاخره بازار رجال بازی و تعصب کارش چنان بالا گرفت و از طرف مقامات عالی تشویق شد که تصمیم گرفتند به ضرب قنوت و بوبرنگ این تخفه نتنز را در سر تا سر ربع مزکن تبلیغ کنند همسایه مملکت خوک تیر خورده که فل مجلس بادش در رفته بود یعنی کشور محروسه ی قول بیشا خودم که چشم اهالیان را در اثر استرابیمز و تریتیس و تراکوم و کترکت و گلوکوم و یک سری امراض دیگر ناسور شده بود با آغوش باز عینک نمک ترکی را بر چشم خود استوار کردند و از این به بعد تمام انرژی آنها صرف سینه زدن دنبال عینک نمک ترکی شد گردن کلوفت ها و جلت ها و رجاله ها که دیدن مردم به جان هم افتاده اند و سر به گریبان خود شده اند نفس راحتی کشیدند و تمدد اعصاب کردند چشم بابا مخترع عینک هم غرق در ایش و نوش و افتخارات کردید و روی سیبیل شاه نقاره میزد و در دوشک پر قو دنده بدنده میشد فورا مدال حمایل و زنگوله اختراع کردند و فورا به بدن مخترع عینک نمک ترکی آویختند و نامش را در انالی تاریخ طبیعی ضبط کردند که آیندگان عبرت بگیرند اگرچه اسم مخترع قیچی را جزو دبیت حاجی علی اکبری و دیزی اشتهاردی و بند تنبان اسفهانی و صابون آشتیانی و عرقچین یزدی و وسم جوش کاچانی و چکلت آمریکایی و نمک ترکی و دوغ عرب و چرم بلغار و گل ارمنی و گوجه فرنگی و سنگ پای قزوینی که نه از تا پی در پی بشر از آنها استفاده کرده و میکند کسی نمی داند و به دعای خیر یادشان نمی کند اما مخترعه عینک نمک ترکی و توپ هفتاد و سانتی متری و گاز خفه کننده و بمب پرنده و تانک خزنده و قشون چرنده و اشغالگر سر زبان ها می ماند و در جریده روزگار ثبت می شود. هرچند تا سه نسل بعد اسم مخترع عینک نمک ترکی هم فراموش شد آن هم به علتی که بعد ذکر خواهد شد و بعد گمان کردم که چشم بابا مارگیر و یا قلندری بوده که کشف و کرامات از او صادر می شده و حکایاتی در اش قالب زدند که گیوه های سینجونی جلو پای از جفت می شده و ابروی زنش خود به خود به میل سرمه کشیده می شده و کچل را مودار و مودار را کچل می کرده است. سالها گذشت و این عینک فقط در کشور محروسه قول بیشا خود و مشتری پیدا کرد و سرقبیله و سردمدار و سر راه زنها با خیال راحت مردم را مرتب سرکیسه می نمودند و دعا به جان مخترع عینک نمک ترکی نصار می کردند. نیز اختراع جهنمی ساعت که از روی تپش قلب میزان گشته بود و از کوچکترین دقایق زندگی چاپیده ها به نفع به چاپ ها بهره برداری می کرد قوز بالا قوس شده بود باری بر جهت از آنجا بشنو که در ممالک دوست هم که از مزایای دول کاملت الوداد استفاده های نامشروع می نمودند چون از استعمال خارجی عینک نمک ترکی پرهیز کردند و به همین جهت قذاب و قدری و مفینه و گریه رو نشده بودند و مرده ها را نمی پرستیدند ترقیات روزافزون علمی و صنعتی و هنری و کشفیات و اختراعات مهیر العقول کردند دودکش کارخانه ها یک سر و گردن بلندتر از آسمان خراش ها دود و دم بریش آسمان می کشتی بخار خورناز کشان اقیانوس ها را می شکافت. و به کشورهای دور دستی که اینک نمک ترکی میزدند جراب کیزر و ماتیک و سرمدان و سمنقر و عطر کتی و سفیداب تبریز و خشتک رؤه اطلس و پستانبند وارد میکرد و انقوزه و پنبه کوهی و بهتانه و بادیان و زنیان و شیر خشت و فلوس به جایش صادر مینمود راه آهن نفس زنان از ریه مجروحش دود سیاه بیرون میداد و قیه کنان اموال و کالای قاچاقچی های محترم و گردنگیر های معظم را جابجا میکرد. جا می کرده. استراستوفر سیر و سیاحت را در چگونگی سازمان اجتماعی ساکنان ماورای جوی می نموده؟ و در لابراتوارها علما که بیکار میشدند، شدند بیچاره را بمباردمان میکردند. اتومبیل ها خاک و خل و قبار و اخ و توف را توی حلق پیاده روها و برای خالی نبودن عریضه گاهی چند تن از آنها را به رسم یادگار حسابی زیر می گرفتند. دو های سریع و سیر درست کرده بودند و توی کوچه ها سوار می شدند و تنه به مردم میزدند. سرگذرها، انگشت پیچ و معجون افلاتون گذاشته بودند، مشتریان محترم قاشق قاشق به انگشتشان میپیچیدند و هی زخنبوت میکردند از گرامافون آهنگ های قر انگیز و شهفت آمیز بیرون میزد و قر را توی کمرها میخوشگانید در صورتی که مؤمنین و متقیان چشم واسوخته که عینک نامک ترکی میزدند در گند و کسافت قوتور بودند به خود میبالیدند و توی دلشان داریه و دنبک میزدند که خدا به قوم موسا دستقاله داد و به آنها عینک نمک ترکی اعطا کرد و اگر دنیا را آب میبرد آنها را خواب میبرد و هی باج به شغال میدادند مشورده های سیاست آبزیر متخصص علم اقتصاد که این وضع را میدیدند انگشت عبرت به دهان میگزیدند و با خودشان میگفتند تا چشمشان کور شود حالا که اینقدر ببو و حالو هستند مفت ما باید تا میتوانیم کلا و سرشان بگذاریم و خونشان را بمکیم با پنبه سرشان را میباریدند و با شاخ هجامت خونشان را میمکیدند و اگر صدا از دیوار در میآمد از آنها در نمیآمد اما با وجود همه اینها شهرهای خودشان هم هی شلوغ بلوغ میشد و حالش به هم میخورد. انقلابات و حتی جنگ های خونین به پا میشد. چون مردمان آنجا هم که چشمشان به چشمانداز جنگل های انبوها عادت داشت با شرایط جدید زندگی چشمشان قبارا آورده بود و تورک افتاده بود و آنها هم از طرز کوری انگشت به دندان گزیدند و یادم درس های حکیمانه ننه نسناس افتادم و تصمیم گرفتم که دست جمعی چهار دست و شده و به جنگل های نواهی گرم سیر بگریزند اگرچه علما و دانشمندان چشماب چکو به آنها گوش زد می کردم که انسان از نجات برگزیده است و مقام الوهیت دارد و دست از لوتی بازی بکشید آنها هم قول علمای خودشان را به رخ ایشان میکشیدند که لطمات شدید به مقام انسان وارد کرده بودند زیرا منجمی بین آنها پیدا شده بود که از مرکزیت زمین و اعتقاد به اینکه همه ستاره ها و سیاره دورش می گردند سرگیجه گرفته و ثابت کرده بود که زمین مرکز سقل افلاک و انجام نیست بلکه ستاره بی سر و پاییست که بد مصری کرده و دور خورشید پیل پیلی می خورده. و طبیعی دان بد دک و پوزی هم که به قیافش توهین کرده بودند برای اینکه انتقام بگیرد دلایلی اقامه کرد که انسان گل سرسبد آفرینش نیست و گلش را ملائک سرشتن بلکه از نژاد ملولی است. گیرم حلقهش را گم کرده است و بالاخره دانشمند حشری دیگر که وحشت قلب و شهوت کلب داشت منکر مقام الوهیت و افکار متافیزیک انسان شد و ادعا کرده که شهوت سلسله جنبان و مهمترین عامل زندگی بشر است باری به هر جهت از همه اینها مهمتر در کشور نیست در جهان خانم شخصی موسوم به مرده از گور گریخته که هیچ سررشته از افتمالوژی نداشت و اکولاتاریست هم نبود از آنجا که به معایب عینک نمک ترکی پی برد و از طرف دیگر هم دلش به کمسوی چشم ابناع بشر سوخت، بینی را که در روزهای آفتابی سیگارت خودش را با آن آتش میزد در اجاق خانه اش زوب کرد و از خاص ململ گذرانید و عینک بینی ساخت که خاصیتش درست برعکس عینک نمک ترکی بود و هر کسم را به چشم میزد زد دیگر زیر بار زور نمی رفت و از قلدرهای محترمش مجیز می گفت این اختراع در جامعه چشم با ها مثل توپ صدا کرد اما چشم بابا ها و گریه اوها و روزخانه ها که دیدند در دکانشان تخته می شود و لجن ها و چاپلوس ها و گده ها که دیدند از نان خوردن می افتند فورا بر ضد جنگ زربینی علم تقیان برف راشتند و کشمکش میان طرفداران دو عینک در گرفت به طوری که جدال و قتال رخ داد و قشقرقی به پا شد که آن سرش ناپیدا چشم بابا قولی ها اسم مخترعه عینک زربینی را لولو خورخوره گذاشتند و هر روز بعد از نماز و دعا به او لعنت میفرستادند و عید عینک بینی شکنان را بدعت نهادند باری چشم و ها و چشم آب چکوها و چشم بابا قولی ها آنقدر پاپه عینک زربینی ها شدند و انگولکشان کردند و دهنکجی کجی نمودند که آنها مجبور شدند بروند و شهری مطابق سلیقه خود بنا کنند و اختلافاتی که در جامعه عینک نمک تولکی وجود داشت برطرف نمایند اوضاع سماوی و فلکی و جوی از این ملولی بازی های قیالود لاب دلخور شد و حالش دگرگون گردید منظومه هرکول که وزیرالوزرای منظومه شمسی بود و زمین از کارمندان دون اشل او به شمار می رفت اوقاتش تلخ شد و سگره را در هم کشید و به خورشید اشاره کرد ستاره مریخ را که متخصص مرگ و میر و تولید جنگ و جدال بود به هوار زمین بفرستد تا دخل ملولی های بی را بیاورد و هم را دود بدهد ستاری مریخ فرمان مطاع سیارات را به جان و دل پذیرفت و با زمین مقاربت به عمل آورد و زهرش را چنان که باید ریخ و زمین از میکروب جنگ بارور شد و نائره قتال و جدال مشتعل گردید به طوری که زمین شد شش و آسمان گشت هشت ملولی ها هم هرچه مباد منفجره روی زمین پیدا می شد. به دقت جمع کردند و توی بمب و توپ و تفنگ نمودند و روی سر هم خالی کردند و در سر این پیش آمد اوضاع جودی که نسبت به این جریانت بدبین بود اعتراض شدید کرد و فصول اربعه حالش به هم خورد به طوری که در چله تابستان مردم تیک و تیک میلرزیدند و در چله زمستان از گرما کلافه می شدند. با وجود اینکه دوش آب سرد هنوز برای خیلی ها نشده بود در حوزخانه هایشان آبتنی می کردند. یک روز آخر پاییز که چشم بابا های از همه جا بی خبر دور هم نشسته بودند. یک مرتبه آسمان قرمبه شد و رگبار شدیدی از اجدعای غیر خالص مثل دنبه اسب روی سر طرفداران عینک نمک ترکی باریدن گرفت به طوری که همه عینک های نمک ترکی آب شده و از چشمشان به زمین فرو چکید. چشم بابا های بیچاره به حال زاری در آمدند و دسته ای از آنها ناچار عینک ذره بینی زدند و داخل آدم حساب شدند. اما چشم بابا ها و چشم آبچکوها و ارتودکس ها و مفینه های چشم قیبسته دور هم چندک زدند و به حال زار خود مشغول ناله و نوحه گردیدند یکی از پیرمردهای مجرب دنیا دیده یک کشور قول بیشاخ که عمرش به درازای باول جعفر تیار بود میان آنها چون بات مزد و نشست و از افسانه های دست و پا شکسته دوره آدم میمونی که سینه به سینه به او رسیده بود قصه شیر و فز نقل می کرد. و آهسته گیتار هوایی میزد آوردن که اقلیم هفتم را شهری بود که آن را شهر پریان خواندندی طرق و شوار مصفایش به انواع گل و گیاه آراسته و جلگه های دلگوشایش از خک و خاشاک پیراسته درختان نارگیل و ازگیلش سر به سریا کشیده و انار و امرودش در حلاوت گوی سبقت از لیموی امان و زیره کرمان رو بوده مرغان خوشخط و خالش هم دو سنای عبال هول گفتندی و تسبیح اندازان سر به خاک پایش سودندی چشمه ی حیوان به چشمه های زلالش رشک بردی و سپوران زمرد نشان برای رفت و روب کوی و برزنش از آن آب به مشک بردندی در آن دیار آزاری نبود و کسی را با کسی کاری نه جانوران و آدمیان ایام و لیالی را در صلح و سواب سر بردندی و مدلول قوانین و مقررات انتظامی را از جان و دل به سمع طاعت و قبول شنیدندی و پای از گلیم انضباط و فرمانبرداری برون ننهادندی باری به هر جهت روز و شب در کنار یکدیگر به شادکامی می چریدند چنانکه عرب فرموده و تهرک یلی تتنوب. و به نحوی از انهای ممکنه زبان حال یکدیگر را می و سپاس بیقیاس قیاس ابوالهول می تا بدانجا که سر به زیر می و کسی را یارای نظاره جلال و جبروت و کوکبه و حیمنی او نبود آوردن که روزی نسناس نمک نشناس که از مغربان درگاه جمجاه ابوالهول بود قفل انتظام و انضباط شکستی و علم نافرمانی برافراشتی و از رسم و آین چار دوری گزیدی. هراین کمر راست را فرمود و جلال جبروت ابوالهول را نظاره نمود چون این خبر به ابوالهول بردند نائره خشمش پشت گردید کف بر دهان آورد و بندگان درگاه را اشارت فرمود تا به صد تازیان اش نوازش دهند و به هجرت از شهر پریان محکوم سازند و یاسایی بدین مضمون صادر کنند همانا اهالی شهر پریان بدانند و آگاه باشند و به خصوص بابا پیروک سردوده آدمیان این دستور آویزه ی گوش هوش قرار دهد که این باغستان را با چنین خصب نعمت عطا فرمودیم تا بندگان آستان چار پایان روز به شب آرند و شکر درگاه معدلت فرسای ما به جای آرند و لب به نکت جوی خردگیری نگوشایند هر یکی از افراد ناز پرچم تقیان برف را زد و برد و پا به ایستد و به جلال و جبروت ما نظر افکند پس به تحقیق و درستی که همگی را از این مکان خواهیم راند باری به هر جهت نسلاس که خود حسابی با ابوالهول داشت گزارش به باغستان افتاد تابوسی بر آستانه آن بدید و چون او را به ذکر محمد و مکارم ابوالهول مشغول یافت کنارش بنشست و زبان به هرز درایی گشود و گفت ای تابوس مرا در باغستان راه ده تا تو را بردی بیاموزم که مثل خودم حیات جاودان یابی و هیچگاه روی مرگ نبینی. تا بس این مراتب به سرپاسبان آنجا که ماری افریتاسا بود گزارش کرد مار گفت تو کیستی و از کجایی؟ نسناس گفت نسناس اما در دو جهان سرشناس مار گفت این تعویز به من بیاموز نسناس گفت آموزم لیک تا نخست پوست اندازی؟ تا من در آن حلول توانم و با حله تو خیشتن بپوشانم و نزد بابا پیروک شوم مار نیز چنان کرد چون نسناس به خدمت بابا پیروک رسید گریستن آغاز نمود بابا پیروک مار را پرسید تو را چه رسیده؟ مار زمین ادب بوسه داد و گفت تر به جلال و جبروت ابوالهول بنگرد جاودان در باغستان پاید و محرم اسرار گردد و هر که ننگرد پس پروانی اقامتش عادل و باتل گردد و با خفت و مزلت از این مکان رانده شود بابا پیروک و دودمانش چون این بشنیدند به زلالت اندر شدند و قد برف و از حیمن و کوکبه ابوالهول در حال از چار پایی به دو پایی در آمدند جماعت چشم بابا لب ورچیدند و بغض کردند باری به هر جهت آنگاه بنشوری شرف صدور ارزانی یافت که ای بابا پیروک مفلوک به عزت و قدرتم سوگند که از این پس تو و تخمت همانا نفرین کرده باشید و تا ابد راست کمر بمانید تا موجب عبرت دیگران گردید آرامش بر شما حرام و زایشتان به درد و رنج باشد و همواره تلخ کام گردید و با کد یمین و عرق جبین قوت لایمود به چنگ آرید و به خاری و زاری میرید در حال جمله هله ها از تن آنها فرو ریخت و لخت و اریان ماندند چون عورتشان ظاهر شد از یکدیگر شرم کردند و هر یک برگی از درختان باغستان بر بد بدن خیش استوار ساختند و هرزگی بدان بپوشانیدند پس به فرمان ابوالهول آنان را از باغستان براندند و بدین جهان فرستادند این بود عاقبت تصویلات نسناز رجیم جماعت چشم بابا باغودیان با هم این بیت بسرودند رحمت بر ابوالهول الکریم لعنت بر نسناس رجیم آنگاه زبان گرفتند و گریه سر دادند باری به هر جهت بابا پیروک و متعلقش ویلان و سرگردان سیر بیابان ها همی کردند و در آرزوی شهر پریان دمی آرمیدند چون علف بیابان دلشان را به درد آورد تا به گرمای تابستان و سرمای زمستان نیاوردند سرنجام از گناه خیش پوزش خواستند و در بیغوله ای از جزایر سرندیب اعتکاف گزیدند. سالی چند بر این برآمد بزرگانی چون لندهود ابن دیلاق و اوج بد اونق آنان را جانشین گردیدند و سخنان حکمت آمیز و دروغان مسلح آمیز بسیار به نسبت دهند و در کتب تواریخ چون شاهد و مثال به کار برند چون ابوالهول طاعت و عبادت ایشان بدید از راه بنده نوازی آنان را مشمول عنایت بی منتهای خود ساخت و رجعت آدمیان را به شهر پریان اجازت فرمود لکن نسناس ملعون چون چنین بدید دیگه حسدش بجوشید و به اقوای آدمی زادگان خود پسند و سادلوه بکوشید و طرز افروختن آتش به بیاموخت و خربن هستی ایشان بسوخت اینان نیز چون کودکان به دیدن آتش شادمان شدند بر خود ببالیدند و آن را پرستش آغازیدند و از سرات مستقیم منحرف و از رجعت به شهر پریان منصرف گشتند هرچند قلدران و بزرگان و پیران بیشماری بر آنها ظهور کرد که پیوسته عوام کل انعام را به راه راست دعوت می‌فرمودند لایک نس ناصر هم همواره به وسوسه می پرداخت و تخم نفاق و دانه افتراق در شور زار اغول ناقص آنان می کاشت. بار دیگر ابوالهول به خشم در شد. یکی از خادمان را اشارت فرمود تا بلایی بر مردمان تاقی و بندگان یاغی نازل سازد و هلیت بسیرت از دیدگانشان زایل. جماعت باباگوریان از وحشت نابینایی چون انار آبلنبو ترکیدند باری به هر جهت از لابه و مویه مردمان دل سنگ ابوالهول به نرمی گرایید و رهایی آنان را از ورته زلالت و ملالت مقرر فرمود در حال چشم بابا قوری ظهور نمود و عینکی از نمک ترکیه خام آماده ساخت و مردمان را به مکارم طاعت و عبادت و انصراف از عسیان و و وقوف بخشید لاکن نسناس نمک ترکی نشناس که این ماجرا را بشناخت به گمراهی و تباهی خلق کمر همت بار دیگر بر میان بست و از بام دادان تا شامگاهان از وسوسه نیارست و منافقان و منکران که شکر نعمت رایگان نمیگذاردند سخنان متین و نصایح دلنشین چشم بابا را ناشنیده انگاشتند و فل جمله ملعبه نسناس لعین گشتند سپس بازار کفر و صندقه رواجی به سزا یافت و چون نسناس احوالات و امور بر وفق مرام بدید به قالب مخترع عینک زر بینی حلول نمود و مردمان بیشماری را به طی سرات غیر مستقیم اقوا فرمود آنگاه زلالت و ملالت عالم گیر شد و بلیات ارضی از آسمان نازل گشت و طوفانی عظیم حادث کردید که نیمی از ربع مسکون را بگرفت و اینه که نمک ترکی در آب انحلال و انزوال پذیرفت نکبت و فلا کرد چون جماعت چشم بابا داستان تابرین مقام شنیدندی صبر و قرار از کف رها ساختندی و زانوی غم در بغل فشردندی و تو گویی چون ابر خزان گریستندی و با سر آستین سرشک از دیدگان همی زدودندی پایان